محسن وزیری مقدم یکی از چهره‌های پیشگام هنر نوگرای ایران است. او در 5 خرداد سال 1303 هجری شمسی در تهران چشم به جهان گشود. وزیری مقدم خواندن و نوشتن را نزد پدرش آموخت و بدین ترتیب توانست از 5 سالگی تحصیلات ابتدایی را آغاز کند. او پس از اخذ دیپلم کشاورزی در دبیرستان در سال 1322 هجری شمسی به دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران راه یافت و 5 سال بعد به عنوان یکی از اولین دانش آموختگان این دانشکده فارغ التحصیل گردید. وزیری مقدم نیز مانند اغلب نقاشان آبستره به موسیقی عشق می‌ورزید. او که علاوه بر نقاشی شیفته ویولون بود، در سال 1325 هجری شمسی نخستین کنسرت ارکستر سمفونیک احیا شده تهران را به رهبری پرویز محمود در دانشکده حقوق برگزار کرد. عشق بی اندازه او به بتهوفن تا به آن اندازه بود که صادق هدایت که در آن زمان کارمند دانشگاه تهران بود او را بتهوفن خطاب می کرد. وزیری مقدم پایان نامه تحصیلی خود را درباره پیت موندریان، نقاش هلندی و تأثیر او بر هنر قرن بیستم به رشته تحریر درآورد. وزیری مقدم نخستین نمایشگاه خود را در سال 1330 هجری شمسی در انجمن ایران و آمریکا دایر کرد. او 3 سال بعد مدال طلای بینال تهران را از آن خود کرد و رهسپار ایتالیا شد. این دوره از آثار وزیری مقدم شامل نقاشی‌هایی می‌شود که رویکرد پرمیتیو یا بدوی دارند. او روزی طی گردش در ساحل متوجه کنتراست خطوط سیاه ماسه‌ها بر پوست روشن بدن خود شد. این شد که تصمیم گرفت با کمک انگشتان دست ماسه ها رو روی بوم پخش کند. این دست مایه که به دوره شاخص از کار او تبدیل شد، در اون مایه کاملا انسانی و وجودی دارد. شیوه کار وزیری مقدم این گونه بود که ابتدا ماسه را بر سطحی پخش می کرد. سپس طرح مورد نظرش را با انگشتان بر روی ماسه ها می کشید. او در مرحله بعد بوم آغشته به چسب را بر ماسه ها می گذاشت تا طرح ایجاد شده روی بوم نقش ببندد. فرایندی که بسیار به چاپ شباهت دارد. اما چیزی که در میان رد انگشتان بر خاک خودنمایی می کرد مفهومی این جهانی و به غایت انسانی و ایرانی بود. رد پنجه ها در خاک تداعی کننده لذت زیستن است. زیستی همراه با بیم و امید. دغدغه ابدی و ازلی انسان. علاوه بر این وزیری مقدم با برخورد مستقیم با کارش به نوعی اثر انگشتان خود را به امضای خود نیز بدل کرده است. یکی از آثار این مجموعه که بدون عنوان است امروزه در موزه هنرهای مدرن نیویورک نگهداری می شود. آثار وزیری مقدم شامل طراحی ها، نقاشی ها و همچنین مجسمه هایی است که بیانگر سبک شاخص و منحصر به فرد هنرمند و رویکرد مدرنیستی اوست. نگاه او در آثار حجمیش رنگ و بوی فوتوریستی به خود می گیرد. اهمیت ویژه محسن وزیری مقدم در تاریخ هنر ایران مربوط به تلاش‌های او برای عبور از شیوه‌های کهنه آموزشی در هنرآموزی و رسیدن به دروازه‌های هنر مدرن می‌شود. او علاوه بر اینکه در سال 1343 هجری شمسی در دانشکده هنرهای تزئینی دانشگاه هنر و دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به آموزشگاه هنر مشغول بود، چندین کتاب نیز در این زمینه تألیف و ترجمه کرده است. از جمله شیوه طراحی در 2 جلد و کتاب اندیشه و کار پلکله. وزیری مقدم همچنین در سال 1391 هجری شمسی عنوان چهره سال هنر اروپا را از شهرداری روم دریافت کرد. از شاگردان سرشناس محسن وزیری مقدم و یکی دیگر از پیشگامان هنر معاصر ایران باید به غلام حسین نامی اشاره کرد. او در سال 1315 هجری شمسی در قم متولد شد. از کودکی ذوق و علاقه خود را با طراحی و نقاشی از چهره اطرافیان پرورش داد و در سال 1343 هجری شمسی با مدرک کارشناسی از دانشکده هنرهای زیبا فارغ التحصیل شد. او در همین سالها دست به آفرینش مجموعه سه‌بعدی سپید بر روی بوم نقاشی زد. دوره‌ای که قرین به 18 سال به طول انجامید. غلام
حسین نامی را به واسطه این مجموعه از آثارش نقاش رنگ سفید و سطوح به حجم درآمده می‌دانند. شیوه‌ای که از آن به عنوان نقاشی سه‌بعدی انتزاعی نیز یاد می‌کنند. نقاش در این آثار در فضایی که از قید رنگ و فرم آزاد است، ظرفیت خود را در بکارگیری تناسب‌های هندسی نمایان می‌کند. او علاوه بر این با استفاده از کشیدن پارچه و فرم دادن به آن، آثار بدیع و متفاوتی آفریده است. با نگاه به این مجموعه از آثار نامی، نکته بارزی که جلب نظر می‌کند، رویکرد مینیمالیستی هنرمند است. این مینیمالیسم موجود در آثار نامی تا آنجا پیش می رود که دیگر حضور فرم را نیز تحت شعاع قرار می دهد. در واقع هنرمند در این آثار با کمترین داشته ها و امکانات سعی در ایجاد بیشترین خلاقیت را دارد. دوره دیگر آثار غلام حسین نامی شامل نقاشی هایی با رویکردی انتزاعی می شود. در این آثار غالباً نقاش با استفاده از ترکیب بندی های متقارن حال و هوایی ایرانی ایجاد کرده است. ویژگی عمده این آثار تبعیت از ترکیب بندی های هندسی در کنار بافت های چشم نواز است. مهمترین عنصر بصری به کار رفته در آثار این دوره نامی عنصر بافت است. او در این دوره از کارهایش با استفاده از کالیگرافی سطوحی شناور و آکنده از ضرب قلم هایی ظریف به وجود آورده است. فرم منحنی به کار رفته در بافت برخی از این آثار حروف فارسی را به ذهن بیننده متبادر می کنند. انتزاع آثار نامی بر اساس نگاه ذهن گرایانه او شکل گرفته است. چنانکه خود میگوید نمایش طبیعت به همان صورت که هست نه تنها نشانه قدرت هنری نیست، بلکه بیانگر ضعف و ناتوانی ذهنی نقاش در برداشت هنرمندانه از طبیعت است. غلام حسین نامی در سال 1359 هجری شمسی به عضویت رسمی آکادمی هنر ایتالیا درآمد. او همچنین از بنیانگذاران انجمن هنرمندان نقاش ایران است و از سال 1377 تا 1380 هجری شمسی ریاست این انجمن را به عهده داشته است. آثار این هنرمند امروزه در موزه هنرهای معاصر تهران، مجموعه هنری دانشگاه ویسکانسین آمریکا و نیز موزه شهر میلواکی در ایالات متحده نگهداری می شوند.